سلام، کتاب را از اول آن شروع کردی و این عالی است. من معمولا از وسط شروع می کنم و قسمت مقدمه کتاب را هیچ وقت نمی خانم. عجیب است که توانستم خودم کتاب بنویسم چون خوب بلد نیستم کتاب بخوانم. راستش من در کتابها احتیاج به عکس دارم مثل جزیره که وسط دریایی از کلمه ها می توان در آن توقف کرد. این کتاب برای همه است چه هشتاد سالتان باشد چه هشت سال. گاهی فکر می کنم خودم هر دوی اینها هستم دوست دارم این کتابی باشد که هر جا و هر وقت خواستی بتوانی بروی سراغش اگر دوست داشتی از وسطش شروع کنی داخلش نقاشی بکشی گوشه هایش را تا کنی و جای انگشتت روی ورقهایش بماند بیشتر نقاشی ها از یک پسرک، یک موش کور، یک روباه و یک اسب هستند کمی در موردشان برایتان توضیح می دهم البته مطمئنم شما چیزهایی میبینید که من نمیبینم برای همین مختصرش میکنم وقتی بار اول سرکله موشکور پیدا میشود پسرک تنهاست آنها کنار هم می نشینند و خیره می شوند به طبیعت. به نظر من طبیعت قدری شبیه زندگی است. گاهی ترسناک اما همیشه قشنگ. آنها در گشت و گذارهایشان با روباه آشنا می برای موشکور دیدن روباه هیچ وقت خوشایند نیست. پسر بچه پر از سوال است موش هم می میرد برای کیک روبا هم ما ساکت و خسته است چون در زندگی لطمه خورده اسب بزرگترین چیزی است که با آن برخورد می کنند و در این حال آرامترین چیز مثل خود ما هر کدامشان یک جورند و نقطه ضعف خود را دارند من میتوانم خودم را در هر چهار تایشان ببینم شاید شما هم همینطور باشید ماجراهایشان در بهار شروع می شود وقتی دارد برف می بارد و ثانیه بعد هوا آفتابی می شود. زندگی هم یک جورهایی همین جوری است. چشم به هم بزنی همه چیز برعکس می شود. امیدوارم این کتاب به شما انگیزه بدهد تا شاید شجاعانه تر زندگی کنید، با خود و اطرافیانتان مهربانتر باشید و موقع نیاز درخواست کمک کنید که خودش خیلی کار شجاعانه است. وقتی داشتم این کتاب را می نوشتم و نقاشی هایش را میکشیدم اغلب به خودم می گفتم من کیم که این کار را بکنم، ولی به قول اسب حقیقت اینه که هیچ کس توی زندگی استاد نیست و همه همین جوری میرن جلو. من هم میگویم بالهایت رو باز کن و برو دنبال رویاهات این کتاب یکی از رویاهای های منه امیدوارم ازش لذت ببری و برات بهترین آرزوها رو دارم ارادتمند چارلی موشکور گفت من خیلی کوچیکم پسرک گفت آره ولی با بودن تغییر بزرگی ایجاد میکنی دوست داری بزرگ شدی چی بشی؟ پسرک گفت میخوام مهربون باشم پسرک پرسید فکر میکنی موفقیت چیه؟ موشکور گفت دوست داشتن. پسرک پرسید زرب المثلی هست که مورد علاقت باشه؟ موشکور گفت آره چیه؟ اگه دفعه اول موفق نشدی یکم کیک بخور. هم موثره هر دفعه بلا استثناء. موشکور گفت برات یک کیک خوشمزه گرفتم. جدی؟ آره خب کجاست؟ موشکور گفت خوردمش. آها ولی یکی دیگه برات گرفتم جدی خب اون کجاست گویا دوباره همون اتفاق براش افتاد به نظرت بزرگترین راه هدر دادن وقت چیه موشکور گفت اینکه خودت رو با بقیه مقایسه کنی به نظرت مدرسه برای یاد نگرفتن هم هست بیشتر موشکورهای پیری که میشناسم آرزو میکنن کاش کمتر به ترسهاشون گوش میکردن و بیشتر به رویاهاشون توجه میکردن اونجا چیه؟ موشکور گفت طبیعت وحشی ولی ازش نترس فکرش رو بکن اگه کمتر میترسیدیم چجوری بودیم؟ موشکور گفت من نمیترسم روباه گفت اگه توی این تله گیر نیفتاده بودم میکشتمت موشکور گفت اگه همینجوری توی این تله بمونی خودت میمیری به همین خاطر موشکور با دندانهای کوچکش تناپا رو جوید و پاره کرد یکی از بزرگترین آزادی های ما اینه که انتخاب می کنیم چطور به چیزهای مختلف واکنش نشون بدیم. من یاد گرفتم که چطور از لحظه لذت ببرم و حضور ذهن داشته باشم. پسرک پرسید چطوری؟ یه جای آروم پیدا می کنم و چشمامو می بنم و نفس عمیق می کشم. چه خوب بعدش چی؟ بعدش تمرکز می کنم. روچی؟ موشکور گفت کیک. به نظرت عجیب نیست ما فقط میتونیم بیرون خودمون رو ببینیم ولی تقریبا همه چیزهای مهم درونمون اتفاق میافتند. چقدر زیبایی هست که باید مراقبشون باشیم موشکور گفت اینکه با خودت مهربون باشی از بهترین انواع مهربونیه موشکور گفت معمولا منتظر مهربونی میمونیم ولی مهربونی با خودمون رو میشه همین الان شروع کنیم اغلب بخشیدن خودت سختترین نوع بخشیدنه پسرک گفت بعضی وقتا احساس میکنم گم شدم موشکور گفت منم همینطور ولی ما دوستت داریم و این دوست داشتن میتونه راه خونه رو نشونت بده موشکور گفت فکر کنم همه تلاش میکنن که فقط برسن خونه پسرک پرسید اینکه با دوستات باشی و هیچ کاری نکنی در واقع هیچ کاری نکردن نیست مگه نه موشکور جواب داد آره افتادی ولی من گرفتمت اسب گفت همه یکم میترسن ولی وقتی با همیم کمتر میترسیم اشک به دلیلی سرازیر میشن و نشونه قدرت تو هستن نه پسرک پرسید شجانه ترین حرفی که تالا زدی چی بوده؟ اسب گفت کمک پسرک پرسید کی از همیشه قوی تر بودی؟ وقتی جرأت کردم زعف نشون بدم اسب گفت درخواست کمک به معنی تسلیم شدن نیست به معنی اینه که حاضر نیستی تسلیم بشی پسرک گفت بعضی وقتا میترسم شماها بفهمین من معمولیم. موشکور گفت عشق و علاقه نیازی به خاص بودن نداره اسب گفت هر کی دلیل و قوت قلبی نیاز داره تا باهاش به راهش ادامه بده دلیل شما چیه روباه گفت شما ستا پسرک گفت رسیدن به خونه موشکور گفت کیک یه چیزی کشف کردم که از کیک بهتره پسرک گفت خالی نبند موشکور جواب داد راست میگم خب چیه؟ بغل موندگاریش بیشتره اسب گفت هیچی بهتر از مهربونی نیست آروم و بی صدا فراتر از همه چیزهای دیگه است اسب گفت بعضی وقتها پسرک پرسید بعضی وقتها چی؟ بعضی وقتها بلند شدن و ادامه دادن کار شجاعانه و شکوهمندیه پسرک پرسید چجوری اینقدر هماهنگ و بی‌نقصن؟ اسب گفت زیر آب یا پا زدن و تلاش های در و برهم در جریانه. موشکور گفت بزرگترین توهم اینه که فکر کنیم زندگی باید بی‌نقص باشه. سگم اومد از روی نقاشی رد شد. مشخصه که میخواست این حرف رو ثابت کنه. پسرک پرسید این ماهه؟ موشکور گفت لکه فنجون چایه و هر جا چای باشه کیک هم هست. کاف باش زندگی سخته ولی مطمئن باش کسی دوستت داره پسرک پرسید پس شما همه چی رو در مورد من میدونین؟ اسب گفت آره با این حال باز هم دوست هم دارین؟ اصلا به خاطر همین بیشتر دوستت داریم پسرک گفت گاهی فکر می کنم شما بیشتر از خودم به هم باور دارین اسب گفت تو هم بالاخره به ما میرسی پسرک در گوش اسب زمزمه کرد روباه چقدر کم حرف میزنه اسب گفت آره و چقدر خوبه که پیش ماست روباه گفت راستش رو بگم اغلب فکر میکنم چیز جالبی برای گفتن ندارم اسب گفت راستش رو گفتن همیشه کار جالبیه اسب گفت یه چیزی هست که حالا بهتون نگفتم پسرک گفت چی من بلدم پرواز کنم ولی از خیلی وقت پیش دیگه پرواز نکردم چون بقیه اسبها رو ناراحت میکنه خب ما که دوستت داریم چه پرواز کنی چه نکنی موشکور پرسید لیوان تو نصفش پره یا نصفش خالیه پسرک گفت فکر کنم فقط از این خوشحالم که یه لیوان دارم اسب گفت ما چیزی در مورد فردا نمیدونیم تمام چیزی که لازمه بدونیم اینه که همدیگر رو دوست داریم وقتی ابرهای تاریک پیداشون میشه به راهت ادامه بده وقتی احساس میکنی کنترل چیزهای بزرگ از دستت خارج شده روی چیزی که عاشقشی و صاف جلاته تمرکز کن این طوفان میگذره پسرک آهی کشید و گفت راه خیلی درازی داریم که بریم اسب گفت آره ولی ببین تا اینجا چقدر راه اومدیم موشکور گفت گاهی دوست دارم بگم عاشق همه تونم ولی میبینم برام خیلی سخته پسرک گفت واقعا آره واسه همین یه چیز دیگه میگم مثلا میگم خوشحالم که هممون با هم اینجاییم پسرک گفت باشه خوشحالم که هممون با هم اینجاییم ما هم از اینکه تو اینجا با مایی ای خیلی خوشحالیم موشکور پرسید بهترین کشف توی زندگی چی بوده پسرک جواب داد اینکه من کافیم هم. جوری که هستم پسرک زیر لب گفت فهمیدم واسه چی اینجاییم موشکور پرسید واسه کیک پسرک گفت واسه دوست داشتن اسب گفت و دوست داشته شدن پسرک پرسید اگه قلبمون زخمی شد چیکار کنیم با دوستی و همدردی و زمان بانپیچیش میکنیم تا اینکه دوباره با امید و خوشحالی بیدار بشه پسرک پرسید نصیحت دیگه ای هم داری؟ اسب گفت اینکه بقیه چطور باهات رفتار می کنند نباید معیار ارزش تو باشه. همیشه یادت باشه که تو ارزش داری، تو مهمی، تو عزیزی و چیزی رو به دنیا اضافه می کنی که هیچ کس دیگه ای از پسش بر نمیاد. خونه همیشه یه مکان نیست مگه نه؟ گاهی تمام چیزی که میشنوی فقط تنفره ولی توی این دنیا بیشتر از چیزی که بتونی تصور کنی عشق هست.